دنیایی داریم، دنیایی رنگا رنگ، بیا تا بسازیم دنیایی قشنگ. شما دوستای عزیزم که دارید برنامه دخترانه رو تماشا میکنید، امیدوارم هر جا که هستید حالتون بسیار بسیار خوب باشه، خوشحال باشید، سرحال باشید تو این روزای قشنگ و بسیار گرم تابستونی. امیدوارم که از لحظه هاتون لذت ببرید در کنار خانواده هاتون، دوستاتون، اگه مسافرت میرید، اگه خونه هستید و استراحت میکنید، خلاصه هر کاری که دارید انجام میدید تو این تعطیلات تابستون، امیدوارم که خوب باشه، امیدوارم لذت ببرید ازش و لحظات خوبی رو داشته باشید. فقط یادتون باشه که از زمانتون به خوبی استفاده کنید و سعی کنید کارایی رو انجام بدید که وقتی که شب میشه، وقتی که روزها میگذره، آخر تابستون میشه و بهش فکر میکنید، به این یادتون بیاد که خب کاری که کردید، کارایی که انجام دادید تو تابستون خوب بوده و یه چیزی هم یاد گرفتید، نه اینکه فقط مثلا صبح خواب پا شدید و مثلا هیچ کاری نکردید. خلاص امروز میشه شما دوستای عزیز هستیم، یک ساعت برنامه داریم زنده، یعنی اینکه منتظر تلفن‌های شما هستیم، مسابقه‌مون هستش، سر جاست، پس شما میتونید زنگ بزنید تو مسابقه هم شرکت کنید. و اینکه یک چیزی اول برنامه بگم به شما، اینکه درباره مسابقه‌مونه که هفته آینده قراره که تو برنامه داشته باشیم. بهتون گفته بودم که تا 5 مرداد وقت دارید که ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید، ویدیوهای از استعدادتون، یعنی یه کاری که توش خیلی خوب هستید میتونید انجام بدید. اون کار رو میتونه آشپزی باشه، میتونه مثلا رقص خاصی باشه که انجام میدید، میتونه یک ورزشی باشه، هر کاری که میتونید انجام بدید جالبه، بقیه هم وقتی اونو میبینن فکر میکنن خیلی چیز جالبی، استعدادی که شما داریده، اونو میتونید برای ما یک ویدیو بگیرید و به شماره تلگرام ما بفرستید که ما ویدیوش رو دوباره به شما نشون میدیم. فقط و فقط هم از طریق تلگرام ما میتونید بفرستید یا وایبر هم میتونید بفرستید، ولی خب تلگرام بهتر هستش. فقط حواستون باشه چون بعضی از بچه‌ها شده پرسیدن گفتن چی بفرستیم، همونطور که گفتم باید ویدیو مال خودتون باشه، مثلا اگه یه حیوان خونگی دارید که کارهای جالبی انجام میده نمیتونید از اون برای ما ویدیو بگیرید، چون باید استعداد شما باشه دوستای عزیزم. پس حواستون حتما به این باشه که وقتی که ویدیو رو میفرستید ویدیو درستی باشه، که 5 مرداد هم آخرین روزیه که میتونید ویدیوهاتون رو برای ما بفرستید که ما جمعه آینده یعنی 6 مرداد ویدیوهای شما رو میبینیم، رای میدیم، دوستانی هستن اینجا که رای میدن و شخصی که برنده میشه 200,000 تومان پول نقد رو میبره و ما بهش هدیه میدیم. بریم تو راهای ارتباطیمون که همینجور که دارید میبینید اینجا، فیسبوک ما هستش 107 پارس دخترانه، که همین الان که دارم با شما صحبت میکنم برنامه ما لایف هستش در فیسبوکمون. اینستاگرام ما رو یادتون نره 107 پارس _ دخترانه، برید تو اینستاگرام ما، ویدئوی مسابقه استعدادم داخل اینستاگراممون هستش، ویدئوهای عکس‌های زیادی از برنامه رو توی صفحه اینستاگرام ما میتونید پیدا کنید، لایک کنید و از اونجا هم با ما در ارتباط باشید. تلگرام و وایبر هم که دیگه نگم دیگه، 20357962605226 این شماره همراه تلگرام همراه وایبر کار میکنه، یعنی این شماره رو شما سیف کنید، ذخیره کنید، ما رو هم توی تلگرام هم توی وایبر میتونید همراهی کنید. تلگرام راحت تره ولی اگه ندارید و وایبر دارید اشکالی نداره. تازه ما یه گروه هم داریم، یه گروه نه یه کانال داریم توی تلگراممون،
گفتم اول گروه حواسان رو، چون یکی از دوستای عزیزمون درخواست کرده بود که ما یه گروه هم داشته باشیم توی تلگرام که هنوز نداریم، ولی کانال تلگرام داریم @7parts_دخترانه که اونجا هم اطلاعات زیادی درباره مسابقه‌مون یا خیلی چیزای دیگه اونجا هستش. میتونید برید با دوستاتون به اشتراک بذارید، براشون بفرستید و از مطالبی که اونجا هست، بعضی وقتا قصه‌ای از کتاب مقدس، مطالب آموزنده یا قسمت‌هایی از برنامه‌مون رو توی کانالمون قرار میدیم که میتونید برید اونجا ببینید، لذت ببرید. بعضی وقتا ویدئوهای روانشناسی هم میذاریم اونجا، پس از دست ندید. اگرم نمیتونید پیدا کنی کاری نداره، به شماره تلگرام ما یک پیام بدید و ما خودمون کانال تلگرام لینکشو براتون میفرستیم. موضوع برنامه امروز ما درباره استرس و اضطراب هسته، چیزی هستش که توی تموم آدم‌ها وجود داره، اما خیلی فکر میکنن که این استرس و اضطراب شبیه هم باشه، ولی نه، خیلی خوب علائمی که وجود داره شبیه هم انگار، ولی متفاوت هستش. امروز بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم، قسمت های زیادی هم داریم و دکتر عزیز برنامه‌مون پریسای عزیزم درباره این مسئله با شما صحبت میکنه که اگه شما دوستای عزیزم این مسئله رو دارید باهاش تو زندگیتون هست، هر روز بتونید از صحبت هایشون استفاده کنید و بتونه کمکی براتون باشه. اگه آماده هستید میریم با هم دیگه کار دستی این هفته رو میبینیم. یه کار دستی بسیار قشنگ و تابستونی برای شما دوستای گلم که آماده است. بریم ببینیم و برگردیم. بازم با هم دیگه هستیم و میخوایم یک کار دستی خیلی قشنگ تابستونی دیگه درست کنیم. میخوایم یک قاب موبایل با هم دیگه تزیین کنیم. پس وسیله هایی که احتیاج داریم یک قاب موبایل بی رنگ هستش که دارید میبینید، قلمو، رنگ های مختلف یا رنگ هایی که میخوایم استفاده کنیم توی درست کردن یا تزیین کردن قابمون، و یک بشقاب سفید برای اینکه اگه خواستیم رنگ هامون رو یک جا داشته باشیم در کنار هم دیگه. من برای این کار دستی از قاب بدون رنگ استفاده کردم و اینکه شما اگه میتونید رنگ های مختلف استفاده کنید، ولی خب الان بیشتر همه قاب ها بی رنگ هستش به خاطر همون، و قراره که امروز هندونه های قشنگی روی این قابمون من بکشم، چون گفتم که میخوایم تابستونی باشه. برای این کار ما اولین رنگ که احتیاج داریم رنگ قرمز هستش. حالا یا رنگتون شما میتونید در این ظرفتون بریزید یا از رو خود همون ظرف استفاده کنید. خب ما میخوایم هندونه های قسمت های تیکه های هندونه رو بکشیم، پس در حقیقت مثلث هایی رو من روی قابم شروع میکنم بکشیدن. اصلا نگران نباشید اگه رنگش یک مقدار پر رنگ نبود، چون معمولیه و شما دوباره میتونید روش رنگ رو اضافه کنید. سفید رو میخواییم، شما میتونید تو این قسمت یا قلموتون رو عوض کنید و یا اینکه اگه یه قلمو بیشتر ندارید قلموتون رو بشورید و دوباره استفاده کنید، بشورید و مطمئن باشید که خوش شده تا رنگ ها با هم قاطی نشه. من از قلمو تمیز استفاده کنم.
و میخوایم قلممون یک مقدار نازک باشه، چون قراره که یک لایه نازک زیر هندونه قرمزمون بکشیم. اون قسمت هندونه است که میدونید که قبل اینکه به پوست برسه سبزه، یه لایه خیلی سفید یا صورتی کمرنگی وجود داره، ولی ما از سفید استفاده میکنیم. پایین این لایه سفید قرار میدیم، یک لایه سبز که در حقیقت پوست هندونه. خب دوستای عزیز، قاب موبایل ما آماده شد. هندونه های قشنگی تا به سینو کشیدیم. از تنها کاری که فقط باید انجام بدیم اینه که صبر کنیم تا کامل خوشه و بعد میتونیم موبایلمونو بذاریم توی این قاب و ازش استفاده کنیم. امیدوارم که این قابو تو خونه درست کنید و لذت ببرید. برگشتیم، امیدوارم از این کارستی که دیدید لذت برده باشید. خیلی قشنگ، پرستو تلفن داریم، پرستو تلفن داریم، پرستو تلفن داریم. صدای این جدیده. بله صدای این مثل این که این دوست عزیزی که تلفن رو جواب میده رو عوض کرده. من نشیده بودم، بله تازه صداشو شنیدم. بله این قاب موبایل نتونستم، یعنی نداشتم، به خاطر که هدیه دادم به یه دوست عزیزی. برید تلفن رو جواب بدین. الکینی واقعا تلفن داری؟ چه کسی پشت خط؟ سلام مهسا جون. سلام، خوبی عزیزم؟ مرسی، شما خوبین؟ دیدی بهت زنگ زدی؟ اولین نفری هم هستی که بهت زنگ زدی. مرسی که زنگ زدی. بریم تو مسابقه با مهسای عزیز. خواهرت مهدیس چطوره مهسا؟ خوبه، مرسی. خوبه، به به. بریم با هم دیگه تو مسابقه. پس اگه آماده باشی ببینیم که چی کار میکنی. باشه؟ امیدوارم که موفق شی. خب دوستای عزیزم، برای تاس انداختن. یک یک جمعش میشه دو. دو تا خونه باید حرکت کنی. یک دو. خب سوالت هم میشه جغرافیا. سوال جغرافیایی. بریم ببینیم چه سوالیه. سوالت هم شد. پاریس پایتخت کدام کشور است؟ ایتالیا، فرانسه. گفتی که سریعی. بریم ببینیم، بریم ببینیم. آفری درست گفتی. آقا اینو جدید آقا قسمت های جدید و برنامه همون اضافه کردیم. به به، آفری مهدیس. مهدیس عزیز، پرستو تلفن داریم، پرستو تلفن داریم، پرستو تلفن داریم، پرستو خدافظ. مهسا جون دوستت دارم، مراقب خودت باش. شما برنده شدی. پرستو زنگ زده. بابا امروز چرا اینجوری؟ این آقایی که هی پشت سر هم میگه تلفن داری، پرستو هم زنگ زده. من نیستم. سلام پرستو. سلام، خوبی عزیزم؟ چه اسم قشنگی داری. صدامو میشنوی؟ بله. دوست داری بریم تو مسابقه؟ بله. بریم.
بریم با پرستوی عزیز تو مسابقه. برای شما تاس انداختن چند شد؟ 6-1 خونه 2-7 بریم جلو. نو فکر کنم اطلاعات عمومی سواله، درسته؟ اطلاعات عمومی سواله. ببینیم چقدر اطلاعات عمومی خوبه دیگه پرستو جون. سومین نوت موسیقی کدوم است؟ کدام است؟ دو لا می. قاطی پاتی گذاشتیم دیگه. مطمئنی؟ مطمئنی؟ بلد این نوت ها رو بشماری؟ درست تو آهنگساز برنامه خیلی ناراحت میشه اگه اشتباه بگی. اصلا زشته پرستو برنده نشه، آقا کمکش کنی. متاسفانه گزینه اول یعنی دو نبود. نبود اون نوت اول. سعیزمون هم داره در گوشه من میگه آهنگساز برنامه خیلی حساس کلم به موسیقی و آهنگ. بعد آره دو میشه نوت اول، دو ره میشه نوت دوم، دیگه سوم یعنی نمیدونم چون بعد بچه‌ها جواب بدن. خدافظ پرستوی عزیز، متاسفانه برنده نشه، ولی اشکال نداره دوباره زنگ بزن قربونت برم، امیدوارم که برنده شی. مرسی از تمام کاردستی‌های قشنگی که برای ما میفرستید. واقعا هر هفته کاردستی‌هاتون رو میگیریم، مخصوصا شماهایی که دقیقا همون کاردستی که تو برنامه هست رو درست میکنید و خیلی جالب هستید وقتی عکساشو برای ما میفرستید، خیلی لذت میبریم. شما دوستای عزیزم که از خلاقیتتون استفاده میکنید، کاردستی‌های خیلی قشنگی درست میکنید برای ما عکساشو میفرستید، ما بسیار لذت میبریم و دوست داریم و خیلی خوشحال میشیم. هفته گذشته کاردستی بچه‌ها رو دیدیم، ولی برای اینکه ببینیم برنده چه کسی هست دوباره باید یه مرور کوچولی کنیم به کاردستی هفته گذشته، برگردیم ببینیم که چه کسی برنده شده. خوب و قشنگ چه کسی برنده شده؟ خیلی واقعا حیفه که ما یک برنده فقط داریم، ولی خب برنامه‌مون این شکلیه دیگه. امیدوارم اگه این هفته برنده نشدید هفته آینده شما برنده مسابقه ما بشید و هدیه‌ش هم یک دفتر خودکار ناقابل از طرف ما به شما دوستان عزیز با آرم دختران است. بریم و ببینیم که برنده این هفتهمون چه کسی هست، چون من خودم هم راستش نمیدونم، با شما متوجه میشم. بریم ببینیم که چه کسی بیشترین رأی آورده. نفر اول ما 48% رأی آورده. لیوانه درست کرده؟ نه آره پنگوانت، خوشگلم هست پنگوانش. نفر دوم 35% چای سرد درست کرده، خودش هم بغلش چون دستش دیگه داره لیوانه رو میمشه، دانیال عزیزه. نفر سوم 17% آره یه تابلوی خیلی خوشگل واسه ما درست کرده، به به. و میبینید که نفر اول ما اون دوست عزیزیه که لیوانه پنگوانی درست کرده یا طرحش رو کشیده تزیین کرده. مبارکت باشه عزیز دلم. و اینکه اگه برنامه ما رو می‌بینی حتما به ما پیام بده تا ما بهت بگیم که چطور میتونیم برات هدیه رو بفرستیم. در حقیقت بعد آدرس تو از طریق تلگرام برای ما بفرستی، پس به این شماره که داریم می‌بینیم پایین پیام بده، آدرس کامل تو به همراه کد پستی برای ما بفرست تا ما بتونیم یک جایزه برات بفرستیم. جایزت هم که میدونید چه، دفتر خودکار با آرم دخترونه. پس منتظرت هستیم که برای ما
بفرستی آدرس تو. یه چی دیگه الان بگم برای دوستان عزیزی که نمیدونن چقدر باید صبر کنن تا هدیه‌ها به دستشون برسه، بستگی داره که کدوم شهر باشی، چون راه هم از اینجا دوره تا برسه به دستتون و به اون شهر برسه یه مقدار شاید طول بکشه، باید صبر کنید. و اینکه اگر بیشتر از یک ماه و نیم دو ماه شده و شما هدیه‌تون رو نگرفتید میتونید به ما بگید تا ما یک بار دیگه براتون بفرستیم، چون دیگه وقتی ما میفرستیم دست ما نیست که کی اون هدیه برای شما دست شما میرسه، دیگه به پست بستگی داره. و اینکه حالا اون وسط اگه این موقع اتفاقی بیفته، گم شه یا هر چیزی، دست ما نیست. ولی اگر بیشتر از یک ماه و نیم هستش که شما هدیه‌تون رو برنده شدید و هنوز دریافت نکردید، یک بار دیگه به ما پیام بدید. خوبه؟ عالی. مرسی. تلفن که نداریم، صدای آقا رو که من نشنیدم. بریم با هم دیگه این ویدئوی کوتاهی که داریم برای مسابقه استعدادیابی، بریم یک بار دیگه اون رو ببینیم، چون واقعا وقت زیادی نداریم و ما تا 5 مرداد، بعد از 5 مرداد هیچ ویدئویی قبول نمی‌کنیم چون که تموم میشه. برای همین بریم ببینیم و برگردیم. بچه‌ها یه مسابقه بزرگ داریم. نه، خیلی بزرگتر از این. ببینم شما استعدادی دارید که بخواید به بقیه اونو نشون بدید؟ دوست دارید برنده جایزه نقدی ما بشید؟ پس همین الان از خودتون یک ویدیو بگیرید و اونو به شماره تلگرام برنامه دخترونه، یعنی 2357-96-06-25-26 بفرستید و برنده 200,000 تومان پول نقد بشید. فقط تا 5 مرداد وقت دارید که ویدیوهاتون رو برای ما بفرستید. امیدوارم که برنده بشید. خب یه بار دیگه هم دیدیم دیگه، پس این شکلی میشه. اگه میخواید تو مسابقه شرکت کنید و برنده 200,000 تومان پول نقد بشید، باید یک ویدیو از استعداد خودتون برای ما بفرستید به شماره تلگرام ما 2357-96-06-25-26. یه صدایی داره اینجا میاد، آتش نشانیه؟ نه. خب موضوع تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. ببین چه کسی پشت خطه؟ سلام کیوان جان. سلام، من دانیل هستم. آه سلام دانیل، ببخشید اسم تو اشتباه گفتیم. خوبی دانیل جون؟ من دانیم. خوبی دانی جون؟ آره خوبم. مرسی که به ما زنگ زدی امروز. بریم با هم دیگه تو مسابقه اگه آماده هستی. آماده هستی؟ هسته هسته. بریم ببینیم چی کار میکنه دنی جون. جفتو هم آورد. 4 تا خوره بری جلو میشه چند؟ 13. یعنی سوال ریاضی باید جواب بدی شما. آرم پایین دیدی به علاوه اینا، یعنی سوالت ریاضیه. بریم ببینیم سوال شما چیه دنی جان. الان میاد. مثلث باید به ما بگی چند تا ضلع داره؟ مثلث که میدونی چه شکلیه؟ چند تا ضلع داره؟ 2 تا، 3 تا یا 4 تا؟ آره 3 تا. بریم ببینیم. 2. اگه معلوم باشه اون دوست عزیزم میگه آفرین دیگه. آفرین. برنده شدی، درست گفتی. و اینکه خیلی خوشحالیم که تو مسابقهمون شرکت کردی، تو برنامه‌مون شرکت. دوست داری برامون یه شعر بخونی دنی جون؟ ممنونم. دوست داری برامون یه شعر بخونی دنی؟ نه. نه باش، خوشگل نداره. از طریق تلگرام برامون بفرست اگه دوست داشتی. مراقب خودت باش. خدا نگهدار. تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. بله چش تلفن داریم. انقدر که قبلا در گوشم میگفتن تلفن داریم گوش نمیدادن، دیگه اینو گذاشتن. هستی عزیز بود چی شد؟ قطع شد. نیست. اینو دیگه این آپشنشو نذاشتید که میگه قطع شد، نذاشتید. خب بعد. بعد امروز موضوع برنامه درباره استراب و استرس هستش. بیاید با هم دیگه یه صحبت کوچیکی داشته باشیم تا بخوایم یک ویدئوی دیگه ببینیم. ویدئوی بعدی ما
ویدئوی شما دوستای عزیزه. در حقیقت صدای شما بچهای عزیزه که برای ما پیام میذارید از طریق تلگرام یا به تلفن‌های ما زنگ می‌زنید. ولی قبل اینکه بخوایم بریم صداهای شما دوستای عزیز رو بشنویم، می‌خوایم درباره موضوع امروزمون صحبت کنیم که استرس و استراب داشتنه. همونطور که گفتم وقتی که به این دو تا موضوع صحبت می‌کنیم فکر می‌کنیم که شبیه هم هستن، چون در حقیقت یک کوچولو همه فکر می‌کنن شبیه، چون کسایی که استرسن یا استراب دارن باعث میشه که تپش قلبشون بیشتر باشه و یا اینکه مثلا سردرد داشته باشن، شبیه هم هستش، ولی دو تا چیز متفاوتیه. استرس چیزی که ما در زندگی روزانه‌مون داریم کلا و چیز بدی هم نیست. مثلا شده بعضی وقتا که استرس داریم بخاطر کار زیادی داریم، استرس داریم شاید مثلا بخاطر اینکه یک امتحانی داریم، و همیشه هم بد نیست، چون یه جورایی داره به ما میگه که امتحان داریم، پس برای اینکه اون امتحان آماده شی باید یه درسی بخونیم. یعنی اگه هیچ احساسی نداشته باشیم خب هیچ کاری نمی‌کنیم، باعث میشه که ما به جلو پیشرفت کنیم، یک عملکردی داشته باشیم، تلاش کنیم. ولی استراب در حقیقت اون مثل یک ترسی میمونه یا اون عمل کرده ما در برابر اون استرس هست. پس استرس خوبه، یعنی در همه هم بر همه ما وجود داره، حتی کسایی که خیلی سن کمی دارن حتی بزرگترا، ولی استراب هستش که چیز بدی هست و بیشتر هم به خاطر ترسی که داریم هستش. استرس همونطور که گفتم بعضی وقتا خوبه و الان هم وجود داره، در تمامی سنها هستن، حتی بچه ها که در برابر استرس شاید کارهای متفاوتی رو انجام میدن. یعنی یه بچه که خیلی کوچیکه و تو مدرسه داره میره، مثلا شاید کلاس اوله یا مهد کودکه، خب نتونه کامل بخواد اون احساسش رو به ما توضیح بده و بگه، ولی میبینیم وقتی که بچه یکم بزرگتر هستن، مثلا 8 سالشون، 9 سالشون، 10 سالشونه، میتونن راحت‌تر درباره اون چیزایی که داره اذیتشون میکنه یا ناراحتشون میکنه به ما بگن، یا احساساتشون رو با پدر مادرشون در میون بذارن. برای همین دلیل میشه که بچه کوچیک‌تر شاید به استرس وارد بشون نشه، ولی فقط شاید نمیتونن چطور اونو بیان کنن و بگن به بزرگتراشون. در سنهای مختلفی اتفاق میفته و خیلی وقتا امکان داره که استرس هایی باشه توی آدم یا استراب هایی که در زمان کوچیکی هست، ولی وقتی که بزرگ میشن بچه ها از بین میره. مثل خیلی از بچه ها شاید مثلا از تاریکی بترسن، دوست نداشته باشن که تنها باشن، ولی شاید وقتی که بزرگ باشن دیگه اون احساس رو نداشته باشن و حتی دوست داشته باشن فیلمای ترسناک رو تماشا کنن. البته خوبم نیست، ولی منظورم دارم میگم که دیگه شاید اون ترسی که قبلا داشتن نداشته باشن. یه خیلی وقتا وقتی که کوچیک بودیم از یه چیزای متفاوتی میترسیدیم که وقتی که بزرگ شدیم اون ترس و استرس ها رو نداریم، یا شاید هم برعکس چیزایی بوده که واقعا نمیترسیدیم و وقتی بزرگتر شدیم استرس به ما وارد میشه. برای همین خیلی خوبه که پدر و مادرها دقت کنن به اینکه اون استرس بچه‌شون چجوری، اونی که خیلی زود گذریه برای سنشونه یا اون چیزی که واقعا توشون ریشه کرده و مهمه که باعث میشه که بتونن به بچه‌شون کمک کنن تا چطور بتونن با اون استرس یا استرابی که دارن خودشون رو کنترل کنن. اگه آماده باشید بریم با همدیگه صدای بچه های عزیزمون رو بشنویم که برامون پیام گذاشتن، لطف کردن و برمیگردیم با شما هستیم. سلام، خاله پرستو جون، من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و هر هفته برنامه تون رو تماشا میکنم. خاله پرستو، جایزه ما هنوز نرسیده. سلام، من میخوام در مسابقه شرکت کنم. یه توپ دارم خیلی خیلی سرخ و سفید آبی، میزنم زمین هوا میده، نمیدانم تا کجا میره. من این توپ رو نداشتم، بابام بهم عیدی داد، یه توپ خیلی خیلی داد. سلام پرستو، من تو رو خیلی دوست دارم، اما امیدوارم همیشه سلامت باشی. لطفا بگید به خانم شب که دختران بگید با من حرف بزنن، لطفا گفتم. سلام برنامه دختر، اگه میشه منو توی مسابقتون شرکت بدی. میخواستم با کانال دخترانو حرف بزنم، میشه؟ چون روحش در من کار کند، محبت کنم چون عیسی، چون روحش
روحش در من کار کند، محبت کنم چون عیسی. محبت 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 کنم چون عیسی، چون روحش در من کار کند، اطاعت کنم چون مریم. چون روحش در من کار کند، اطاعت کنم چون مریم. قشنگ برای ما دوستای عزیز گذاشتید، برای ما گذاشتید، مرسی، واقعا خیلی قشنگ بودن همشون، لذت بردیم. ادامه بدید پیام هاتون رو، میتونید از طریق یا تلگرام ما برنامه پیام صوتی بذارید، و اینکه وقتی که برنامه ما زنده هست و زنگ میزنید به ما، در حقیقت میره روی پیغامگیر و شما میتونید از اون طریق برای ما پیغام بذارید و بعد صدای خودتون رو توی برنامه بشنوید. تلفن نداریم، بریم با هم دیگه. میخوام اسم شما دوستای عزیز رو بخونم که برای ما پیغام گذاشتید. تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. سلام، چه کسی پشت خط؟ هلیا. سلام هلیا جون. سلام، خوبی عزیز دلم؟ مرسی، ممنون. مرسی از شما که با ما تماس گرفتی، خوشحالمون کردی. بریم با هلیای عزیز تو مسابقه شرکت کنیم. یعنی هلیای عزیز در حقیقت مسابقه شرکت میکنه، ما کمکش میکنیم. هلیا جون شما 3 و 1 تاس آوردی، میشه 4 13 4. آره تلویزیونت هم صداشو کم کن قربونت برم، که راحت بتونی با ما صحبت کنی. شما رفتی به خونه 17 و سوال کتاب مقدسی که باید جواب بدی تا برنده بشی. بریم ببینیم که آیا میتونی سوال جواب بدی یا نه. متا چه کسی بود؟ متا یکی از شاگردای عیسی مسیح بود، ولی چه کسی؟ یعنی منظورش چی کاره بود؟ دزد بود؟ باجگیر بود؟ یا ماهیگیر بود؟ قبل از این که بخواد شاگرد عیسی مسیح بشه، شغلش چی بود؟ چه کاری میکرد؟ دزدی میکرد، باجگیری میکرد یا ماهیگیری میکرد؟ کمکت میکنم، شما حدس تو بزن. گزینه دو. یعنی باجگیر بود؟ بله. آفرین. میدونی اصلا باجگیر یعنی چی؟ یعنی چه کسی؟ باجگیر گزینه دو. آره درست گفتی قربونت برم. میدونی معنیش چیه؟ چه کسی هستش؟ به چه کسی میگن باجگیر؟ هلیا جون صدای من میشنوی؟ معنیش اینه که مثلا کسی که به زور از کسی چیزی رو میگیره. آفرین، میرفتن در خونه از مردم به زور پول میگرفتن. بله. آفرین هلیا. آره آفرین، قربونت برم. بیا به شماره تلگرام ما پیام بده، آدرس تو برای ما بفرست تا برات هدیتو یعنی بازی مارپلت واسه بفرستیم. باشه؟ مرسی هلیا جون، دوست داریم، خدا نگهدار. پرستو تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. پرستو آقا کاری برای ما درست کرده. بریم. چه کسیه؟ مهری جون. سلام مهری جون. سلام، خوبی عزیز دلم؟ ممنون. آماده هستی بریم تو مسابقه؟ بله. بریم با مهری عزیز تو مسابقه شرکت میخواد بکنه، امیدوارم که برنده شه. اول ولی باید تاس ریخته شه. 5 1 6
6 تا آقا 6 تا خونه بالا 18 19 20 21 22 23 میره 23 که میشه سوال ورزشی. ببینم چیکار میکنی دیگه مهری جون، سوالو میتونی جواب بدی یا میتونی جواب بدی؟ میتونی. سوال مهری جون چیه؟ کدام یک ورزش آبی نیست؟ روینگ، قایقرانی، جودو. کدوم یکی از اینا؟ کدوم یکی از این ورزش ها که دارید میبینید تو این سه گزینه ورزشی آبی نیست، یعنی در آب انجام نمیشه؟ چی شد؟ سه، شماره سه. بریم ببینیم. آفرین آفرین. آقا صدای من قشنگتره یا این تو سعیزم که میگه آفرین؟ دوست سعیزمون، دوستان عزیز پشت در گوشم میگن جفتتون، ولی آقایی که میگه فکر کنم قشنگ صداست. خب مرسی مهری عزیز، شما هم برنده شدی و منتظرت هستیم در تلگرام تا آدرس تو ازت بگیریم و مار پلت و جایزه تو برات بفرستیم. دوستت داریم، خدا نگهدار. سلام به کیمیای عزیز، به الهام عزیز از تهران، بیتا جونم از کرج، زهرا جون 12 ساله از تهران، الهام از تهران، سمیه جون 16 ساله از تهران، سونیا از زاهدان، سپر از رشت که 12 سالشه، یسرا جونم از کرج که 9 سالشه و سونیا رو گفتم سونیا رو. دوست عزیزم گفته خاله جون میخوام بگم که چرا از موتای تابستونی برامون نمیگید؟ آخه ما دختریم، خودتون میدونید به موت چقدر اهمیت میدیم، دوست داریم. چشم عزیزم، تو برنامه من هست، حتما درباره صحبت میکنیم تا تابستون هست. دوست عزیزم گفته سلام، ممنون از محبتی که به همه دخترها میکنید، به خصوص که خودم دخترم. برای همه شما دوست عزیز آرزوی موفقیت میکنم. مرسی، ما هم همینطور. دوست عزیز پشت برنامه شما کی و چه ساعتیه؟ برنامه ما هر جمعه است، میخواستم بگم جمعه، ساعت 4:30 است به وقت ایران هستش، به همراه دو تا تکرار که روزهای یک شنبه 9 صبح و روزهای سه شنبه 5:30 عصر هستش. برای همین این روزها میتونید برنامه ما رو تماشا کنید. دوست عزیز تشکر کرده، گفته مرسی از متن‌های زیبایی که در کانال تلگرامتون میذارید. دوستمون گفته خاله پرستو این دفعه تو برنامه زنده به من زنگ بزن، چشم، بعد میخوام تو برنامه شرکت کنم. دوست عزیزی بهمون گفته اینکه سلام، من آرمیس هستم، 4 ساله از اصفهانم، مثل اینکه تولدش بوده، تولدت مبارک آرمیس جونم. و اینکه دوست عزیزم گفته که جایزم یعنی دفتر و مداد من هنوز به دستم نرسیده، باید چک کنیم ببینیم که چند وقت پیش بوده، اگه بالای 1.5 ماه بوده چشم، حتما سعی میکنیم یک بار دیگه برات بفرستیم. بریم با هم دیگه یک مدل مو ببینیم. دوستای عزیز، دخترای عزیز خوششون میاد از مدل های مو. بریم ببینیم و
همین لباس تنم بود، امروز زفت کرده بودم، ولی اینم یه مدل خیلی قشنگ تابستونی بود برای اینکه الان هوا گرمه و نمیتونید موهاتون رو باز نگه دارید. یه مدلی بود که میتونستید درست کنید. حالا اگر کشای رنگی نمیخواید استفاده کنید، میتونید از کشای استفاده کنید که رنگ موهاتون هست. ادامه میدیم اسمای دوستای عزیزمون رو. دوست عزیز گفته سلام، خسته نباشید شرمنده پسرم روز جمعه برنامه شما رو نگاه میکرد، خیلی خوشش اومد، بعد شماره تلگرامتون رو برداشتیم، بعد یادداشت کردیم دوستاش تو مسابقه شرکت کنه. جمعه ساعت چنده برنامه‌تون؟ 4:30 است به وقت ایران. این دوست عزیزم که صحبت میکنه، آقا یه زب کنید بگید جمعه ساعت 4:30 تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. اسم این دوستمون چیه؟ نه نه، این دوست عزیزم که صدا میکنه میگه پرستو تلفن. سلام فاطمه جون. سلام، خوبی عزیز دلم؟ آره. مرسی که به ما زنگ زدی، بریم با فاطمه عزیزم در مسابقه شرکت کنیم. امیدوارم که برنده شی. ممنون. بریم فاطمه جون. الان برای شما تاس میندازم دوستای عزیزم. 6-4. نه فاطمه. نه؟ چه خوشگل میخندی. 10 آوردی. 10 تا خونه برید جلو ببینم. الو. سوال جغرافیاییه. اگه بتونی جواب بدی فاطمه صدا رو میشنوی، اگه بتونی جواب بدی جایزه میگیری. آماده هستی یا نه؟ باشه. یه سوال جغرافیایی داریم برای فاطمه. ببینیم چیکار میکنه فاطمه. سوال فاطمه رو نشون بدید. پایتخت کشور اسپانیا کجاست؟ بارسلونا. اوه چهار جوابی شده، سخت شده. بارسلونا، میلان، مادرید، هیچ کدام. اسپانیا پایتختش کجاست؟ پایتخت کشور اسپانیا کجاست؟ بارسلونا، میلان، مادرید، هیچ کدام. بارسلونا، میلان، مادرید، هیچ کدام. چند سال اتفاق میجور؟ میلان چار، هیچ کدام. مطمئنی؟ مطمئنی؟ نه خاله گفت نه خاله. کدوم عزیز دلم؟ من بین عدد یک و عدد سه یکی رو انتخاب کن. سه. بریم ببینیم. شانس آوردی فاطمه. آفرین برنده شدی. بیا سریع تو تلگرام ما 2350-96-26-26 پیام بده. آدرس تو بفرست. خدافظ فاطمه جون. مهسای عزیز 10 ساله از کرمانشاه. پرستو تلفن داریم. مهسا 10 ساله از کرمانشاه. سلام گفته سلام بگید. مهسا مهدیس از کرمانشاه. دوستتون دارم. سلام تلفن داریم. نه بخصم دوست. کسی پشت خطه؟ کسی؟ شهرات از گلستان. سلام شهرات جون. سلام. سلام عزیز دلم، چطوری؟ خوب. صدای تلویزیون تو کم میکنی گلم. سلام. قربونت برم، صدای تلویزیون تو کم کن عزیز دلم که راحت با هم حرف بزنی. صدام میشنوی شهرات جون الان؟ آخ متاسفانه صدات شون نمیشه بخاطر اینکه صدای تلویزیونش هم خیلی زیاد بود. پرستو تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. پرستو نوشین باشه. سلام نوشین. خوبی نوشین عزیزم؟
نوشین میگن خواهر مهری عزیزم بود. آخ مثل که متاسفانه تلفنمونم قطع شد. موزه برنامه‌مون همونطور که میدونید استرس و استراب هستش. خیلی وقتا بچه‌ها شاید دچار استرس شن توی مدرسه، اتفاقی که تو خونه براشون میفته، تغییراتی که تو خانواده براشون میفته و خیلی چیزهای دیگه که امروز میریم پیش دکتر پریسای عزیزم ببینیم که ایشون چی به ما میگه و چطور ما میتونیم وقتی که در استرس و استراب هستیم خودمون رو کمک کنیم یا کسایی که اطرافمون هستن میتونن به ما رو کمک کنن. بریم و برگردیم. برای همه انسان‌ها پیش اومده که گاهی دچار نگرانی و اضطراب و گاهی فشار روانی بشن. این احساس‌ها همراه با علائمی از قبیل ترس از تنهایی، نگرانی در مورد اتفاقی که نیفتاده و حتی ترس‌های غیر واقعی سراغ ما میان. غالباً این نگرانی‌ها از یک منبع خارجی مثل خانواده، دوست، مدرسه به وجود میاد. ولی گاهی پیش میاد که این احساس‌ها درونی باشن و در واقع به نوعی انتظار ما رو از خود واقعیمون که چیز دیگه‌ای هست برآورده نکنه. یعنی این که به طور مثال شما یک فرد خاص هستید با توانایی‌های خاص، ولی توقع شما از خودتون اینه که چیز دیگه‌ای باشید که نیستید. این احساس‌ها باعث نگرانی و فشار روانی در همه موارد روی ما میتونه بشه. چه کار کنیم که بتونیم با آرامش و بدون نگرانی به زندگیمون ادامه بدیم؟ اولین گام اینه که باید نگرانی هامون رو بشناسیم و اونها رو با خانواده‌تون در میون بگذارید. نگران نباشید که در مورد شما چه قضاوتی میشه، چرا که تنها پدر و مادر و خانواده اولین کسانی هستن که همیشه کمک و یاور ما هستن. سعی کنید از برنامه‌های تلویزیونی نامناسب و اخبارها دوری کنید. اینجا از پدر مادرهای عزیز میخوام که سعی کنن تا حد امکان محیط آرومی رو برای شما فراهم کنن و مسائل محیط کاری و خانوادگی رو جلوی فرزندشون عنوان نکنن. سعی کنید زمانی که چیزی شما رو نگران کرد اون رو بنویسید و در ادامه برای خودتون یادداشت کنید که چیزی برای نگران بودن وجود نداره و در واقع خودتون باعث آرامش بیشتر خودتون بشید. اگر شدت استراب شما در حال افزایش هستش و با علائمی شبیه عرق کردن بیش از حد به خصوص در دست یا پاتون یا شب ادراری همراه شده، از خانوادتون حتما کمک بگیرید و به یک روانشناس مراجعه کنید. در روز زمانی رو به ورزش کردن بپردازید و اجازه بدید که با فعالیت‌های ورزشی هورمون‌های بدن به درستی کار کنه و در واقع با تعادل در هورمون‌های شما، شما و روان شما به تعادل میرسه. از این احساس و نگرانی و فشارها هرگز نترسید، چرا که ترس شما باعث افزایش بیمورد نگرانی و استراب میشه. در روز زمانی رو با خودتون خلوت کنید و به موسیقی آرامش بخشی گوش بدید تا روح و روانتون آرامش بیشتری پیدا کنه. زمانی رو در طبیعت باشید، حتی در حیات خونتون و زیر یک درخت. به وزش باد گوش کنید و شنیدن صدای پرنده ها رو لذت ببرید. بودن در طبیعت باعث کاهش نگرانی شما میشه. اگر از برخورد فردی ناراحت هستید و یا اینکه فردی شما رو آزار داده، این آزار میتونه حتی کلامی یا جسمی باشه. به طور قطع با خانوادتون در میون بگذارید. حتی ترس هاتون از هر چیز و هر کس، باز هم تکرار میکنم، خانواده همیشه کنار شما هستن، پس با اونها ترس هاتون رو عنوان کنید. اگر در زمان امتحانات مدرسه نگرانی شما بیشتر بشه، بهتره که اینجا اشاره کنم برخی از این نگرانی ها میتونه خوب باشه و باعث بشه شما بیشتر درس بخونید. ولی اگر استراب شما بیش از حد باشه و باعث بشه که شما نتونید تمرکز کنید، بهتره که با یک روانشناس مطرحش کنید. در موقع نگرانی از نوشیدنی ها و میوه ها استفاده کنید، چرا که به شما کمک میکنه که استراب هاتون رو کم کنید. در آخر یادتون باشه شما تنها نیستید و همه چیز در زندگی شما به خوبی در حال سپری شدن هستش. پس نگران نباشید و به دنیا لبخند بزنید.
با عشق، آرامش و آگاهی. بله، برگشتیم. این عکسی هم که داریم میبینیم عکس مهسا و مهدیس عزیز، تولد 6 سالگی مهدیس بود که مهسای عزیز عکسش هم برای ما فرستاد. مرسی، امیدوارم که دوست عزیزمون خوشحال شده باشه که عکسش هم نشون دادیم و اینکه یاد گرفتیم نکات خیلی مهم پرستو. از دکتر پریسای عزیز که در هنگام استراب و استرس میتونیم ازش استفاده کنیم. سمین عزیز ده ساله تلفن داریم. بچه خود اسمه سمین 12 ساله برای ما یک کاردستی خیلی خوشگلی فرستاده و گفته نشون بدیم که حتما هفته آینده در برنامه نشون بدیم. جانم قطع شد تلفنم، انقدر که اینجوری کردید قطع شد. دوست عزیزمون برای ما دوباره عکس فرستاده، زهرای عزیزم 13 ساله از کرمان، گفته که اسمشو بگیم. به به، اسمشو گفتیم، بسیار خوب قشنگ. واقعا تشکر میکنم از اینکه همش با ما در ارتباط هستید. اگر آماده باشید یک بار دیگه دوستامون ویدئوی استراتا رو ببینیم با هم دیگه، دوستای عزیزمون توجهش داشته باشن. بچه ها یه مسابقه بزرگ داریم، نه خیلی بزرگتر از این. ببینم شما استعدادی دارید که بخواید به بقیه اونو نشون بدید؟ دوست دارید برنده جایزه نقدی ما بشید؟ پس همین الان از خودتون یک ویدیو بگیرید و اونو به شماره تلگرام برنامه دخترونه، یعنی 2357-96-06-25-26 بفرستید و برنده 200,000 تومان پول نقد بشید. فقط تا 5 مرداد وقت دارید که ویدیوهاتون رو برای ما بفرستید. امیدوارم که برنده بشید. اینم یه بار دیگه پخش کردیم برای شما دوستای عزیز، براتون هی یادآوری بشه، حواستون باشه. یه کتاب خیلی قشنگ میخوام بهتون بگم، معرفی کنم که حتما خیلی قشنگی که بخونیدش، تهیه‌اش کنید و اسمش این هستش که همسایه من چه کسی است. این از انتشارات ایلامه که داستانهای خیلی قشنگی از کتاب مقدس برای بچه هاست. و همسایه من چه کسی هست هم یک داستان از کتاب مقدس هستش. اگه شما کتاب مقدس دارید خونه، حالا نه حتی فقط برای کودکانی که من اینجا دارم، حتی اگه پدر مادراتونم کتاب مقدس رو دارن، میتونید این داستان رو از براتون بخونن و شما گوش بدید. ولی خب درسته که این داستان در این کتاب داستان که اومده خیلی برای بچه ها هستش، خیلی راحت تر شما میتونید اونو بخونید، متوجه بشید. و درباره این هستش که چه کسایی ما همسایه ما هستن و اینکه عیسی مسیح با افراد، با همه افراد، با تمام آدم‌ها یک جور برخورد می‌کرد. چه کسایی که می‌شناخت، چه کسایی که نمی‌شناخت، چه کسایی که خیلی اونو دوست داشتن، چه کسایی که اونو باهاش حتی صحبت نمی‌کردن و دشمنش بودن. برای من یه کتاب خیلی قشنگی هستش که شما می‌تونید از طریق انتشارات ایلام اونو تهیه کنید. یک کم شاید براتون سخت باشه تهیه کردنش، اما اگه دوست دارید من این کتابو به شما هدیه بدم، چون سخت تهیه کردنش، هر کدوم از شما دوستای عزیز یک نقاشی خیلی قشنگ برای من بکشه که یک موضوع جالبی داشته باشه درباره این که شما فکر میکنید که همسایه شما چه کسی هستش، میتونید از فکرتون استفاده کنید و هرچی که به ذهنتون میرسه رو نقاشی کنید. شما فکر میکنید که همسایه شما چه کسی هستش، یه نقاشی خیلی قشنگ برای من بفرستید. تا هفته دیگه من به بهترین نقاشی این دفتر یا این کتاب داستانو هدیه میدم. یک نفرم فقط میتونه ببره، چون من یه دونه بیشتر از این کتابو ندارم. پس حتما پرستو تلفن داریم. پرستو تلفن داریم. حتما این کتابو اگه دارید بخونید، اگه کتاب مقدس دارید این داستانو بگید پدر مادرتون براتون بخونن. یادتون نره نقاشی هم برای من بکشید. بریم ببینیم چه کسی پشت خطه. آخرین شرکت کننده ما چه کسی هست؟ اسمش یاسمن. چه اسم قشنگی هم داره یاسمن جون. سلام یاسمن جونم. سلام، قربونت برم. چون وقت نداریم سریع بریم تو مسابقه. بله بریم با یاسمن گل. و تا صندوقه شد 6-4-10 تا خونه شما باید برید جلو. 10 تا بره خونه جلو، به کجا میرسه؟
43. شما یک سوال از کتاب مقدس باید جواب بدی، یعنی سوال شما از کتاب مقدس طرح شده. یه لحظه صبر کن، هنوز نیومده. باشه قربونت برم. میاد سوال من برات بخونم، شما تصویرم میبینی. بریم ببینیم سوال یاسمن جونم چیه. کدام نبی بود که توسط ماهی بلعیده شد، رفت تو شکم ماهی؟ کی بود؟ یونس، موسی، ابراهیم. یکی از این ستا رفت تو شکم ماهی توسط یک نهنگ بزرگ بلعیده شد. داستانش هم در کتاب مقدس هست. اون کی بود؟ یونس. بریم ببینیم آیا یاسمن درست گفته یا نه. آفرین آفرین گل من، درست گفتی. مراقب خودت باش یاسمن جونم، خدا نگهدار. بریم با هم دیگه کار دستی های شما رو ببینیم که برای هفته آینده است و شما دوستای عزیزم تو این هفته باید به یکی از این کار دستی ها رای بدید. قصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعا از او تشکر کنید. دوستتون دارم، هفته دیگه میبینمتون. خدا نگهدار.